درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و امروز برنامه مشترک کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو تقدیم بینندگان و ملت بزرگ ایران میکنم. برنامه امروز ما شامل دو بخشه، در واقع قسمت اصلیش عبارت است از گفتاری درباره ایران ستیزی از نظر آکادمیک یا نوشتارها و کتابها و ایران ستیزی که در رسانه ها متاسفانه معمول گشته. بعد اگر فرصتی باقی بود بنده به بخش دوم دنباله مطالبی که در گذشته راجع به نفوذ خزنده روسیه در ایران صحبت کردم ادامه خواهم داد. برای بخش اول که قسمت اصلی گفتار ما خواهد بود، از جناب آقای دکتر کاوه فرخ که استاد ایران شناسی و استاد زبان شناسی و تمدن‌های گوناگون رو ایشون بررسی کردن گفتاری خواهیم داشت که در اون زمینه چند سوال منجز من ایشون خواهم کرد و بقیه رو از ایشون استدعا میکنم که خودشون به طور کلی چون تسلط کامل بر این کار دارن صحبت بفرمایند. عرض کنم که اون سوالای مشخص یکی خواهد بود در مورد این گفتاری که اخیراً در بی بی سی پخش شده، بعد اون طرح جدید خاورمیانه هست که در اسلاید شماره دو ببینید، و بعد طرح برنارد لوئیز معروف که جناب دکتر کاوه فرخ تخصصشون در بررسی این طرح هست، و بعدم در انتها بنده خواهش خواهم کرد که در ارتباط با این طرح‌ها یک کمی بنده و بینندگان رو آگاهی بدن. همونطوری که ملاحظه می‌کنید آقای دکتر فرخ در اسلاید شماره 3 هست و روی اسکایپ با ایشون صحبت خواهیم کرد. ایشون ایران شناس و استاد دانشگاه هستند در ونکوور، در بریتیش یونیورسیتی در ونکوور. عرض کنم که جناب آقای کاوه فرخ چندین بار در برنامه ها محبت کردن، تشریف آوردن در برنامه ای که آقای پیمایی بودن و یا بنده بودم. این است که به خوبی دوستان، هموطنان، ایرانیان با چهره علمی ایشون کاملا آشنا هستند. ایشون از نظر اطلاع فرزند آقای فرخ هستند، آقای فریدون فرخ که سفیر ایران بودن در آلمان شرقی، و نوه آقای مهدی فرخ هستند که ایشون همونطوری که استدار دارید سناتور بودن، مدت کوتاهی هم رئیس شهربانی بودن، سفیر بودن در چین، سفیر بودن در افغانستان و مشاغل بسیار مهم دیگری داشتن. در اصل ایشون تخصصشون در ایران شناسی و تمدن باستان ایران هست و مؤلف چندین کتاب بسیار ارزشمند هستند که آخرین این کتابی که ایشون منتشر کردن چندی پیش عبارت است از ایران در جنگ. و عرض کنم که در مورد کتاب قبلیشون که عنوانش بود Shadow in the Desert، ایشون برنده جایزه شدن در لندن، و در تمام سطوح بین‌المللی از ایشون به عنوان کارشناس و متخصص در مورد هم زبان شناسی و هم ایران شناسی و هم تمدن باستان استفاده میکنه. عرض کنم که برنده چندین جایزه بین‌المللی به خصوص در یونسکو بودن، مشاور فرهنگی سازمان ملل متحد هستند و بیش از 20 سازمان و از کم تشکیلات آموزشی و فرهنگی هست که ایشون یا مشارکت دارن یا ریاستش به عهده دارن. در رشته فرهنگشناسی هم ایشون در سال گذشته جایزه نوبل و کاندید شده بودن. امیدوار هستیم که در برنامه بعدی ایشون بتوانند که برای دوره بعد حتما به دریافت اون جایزه نائل بشن. ایشون در برنامه های کنگره همبستگی و جبهه به خصوص در مورد برنامه بزرگداشت کوروش که چندی پیش در واشنگتن برگزار شد ایشون سخنرانی کردن و به عنوان بهترین سخنران اون مجمع از طرف همه تشخیص داده شدن. و کنگره همبستگی و جبهه هماهنگ مبارزان ایران
ما افتخار میکنیم که جناب دکتر کاوه فرخ مشاور فرهنگی این سازمان هستند. عرض کنم که جناب دکتر فرخ، من میخواستم خیر مقدم بهتون عرض بکنم. امیدوارم که جناب عالی فرصت کافی داشته باشید و حوصله داشته باشید به سوالات بنده پاسخ بدید. الان یه چیزی از طرف بی بی سی پخش شده که ما الان خدمتون ارائه میدیم، شاید هم شنیده باشید. من میخواستم اینو جناب عالی در مورد امروز هم چیز دیگری است. طبعا هیچ کشوری در دنیا نیست که امروز مرزهاش بر خون مردم دیگری بنا نشده باشه. هر کشوری از آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه، همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستن که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به وجود آمد. حتی در مورد ایران قطعا داوری شما درست نیست. در تاریخ برای در تاریخ که ما در واقع به عنوان یک ملت مهاجرت کردیم، آریاها اومدن در این سرزمین و در واقع می شود گفت که ما ملتی هستیم که پیش از 6000 سال است در این نقطه جهان ما زندگی میکنیم. البته در دوره های مرزهای ما کوچکتر شد و ما محدودتر شدیم. بله، همینطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن و صدای این گوینده هم شنیدن، ایشون عنوان میکنه که ایران مثل اردن و سوریه و عراق یک کشور جعلی، یعنی که یک کشور تازه به دوران رسیده و هنوز عمری نداره، در صورتی که خود کشور انگلستان که این بی بی سی متعلق به اون هست، در موقعی که ایران تمدن بزرگش رو در جهان داشت و پخش میکرد، یک کشوری بود که به قول بعضی ها قارنشی بودن و یا از خوراک ماهی ها یا رازنی دریایی زندگی میکردن. ایران در اون موقع با تمدن های بزرگ مثل تمدن روم، تمدن یونان قبل از اون و بعد با تمدن های دیگر سرکار داشت و اینکه اینجور استنباط بشه که ایران هم جزء کشورهایی است که بعد از اینکه عثمانی سقوط کرد به وجود اومده، اینو لااقل اون کسانی که حتی تا چهار ابتدایی تحصیل کرده باشن اعتراض دارن که ایران 6000 سال سابقه تاریخ داره و در زمان صفویه و همینطور نادرشاه و در دوره فتحعلی‌شاه جنگ های ایران با عثمانی وجود داشته. یعنی ایران یک کشوری بوده در سطح خیلی بالاتر از عثمانی، احتیاج به این نبوده که عثمانی ساقط بشه تا ایران به وجود بیاد. در این زمینه یک بیانیه صادر شده از طرف جبهه هماهنگ مبارزان ایران که بنده از بیان همش خودداری میکنم، ولی فقط یه قسمتش رو اینجا میخونم که گفته شده چنانچه قرار باشد از کشورهایی که دارای مرزهای جعلی هستند اسم برده شود، در صدر اسامی انگلستان قرار دارد که نه تنها در جوار کشورش کشورهای ایلند و اسکاتلند را با خون و خونریزی زمینه کشورش کرد، بلکه در نقاط مختلف جهان مانند هند، نیمی از آفریقا و آمریکا، استرالیا، نیوزلند، آسیا و حتی اروپا در جهت مقاصد استثماری و استعماری دست به کشتار و قتل عام ده ها میلیونی زد. من بیش از این وقت رو نمیگیرم. میخواستم از جناب دکتر کاوه فرخ که مجددا خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم تشریف بیارن و با بینندگان یک بدرودی بفرستن و بعد پاسخ این سوال رو بدن که آیا این مسئله جعلی بودن کشور ایران تا چه حدی هست و منشأ و ریشه این کار چیست. خیلی متشکر جناب فرخ. درود بر شما. اولین سوالی که باید کرد اینه که منظور از کلمه جعلی چیست؟ یعنی چی کلمه جعلی؟ اگه اصلا وقتی که شما اگه بخواین از لحاظ منابع تاریخی نگاه بکنین که کشور ایران که نمیشه گفت وجود نداره، تنها البته کشوری که به طور سازمانی دارن همین تز رو جلو میبرن متاسفانه در کشور جدیدالتأسیس جمهوری آذربایجان کتاب های متعددی داره چاپ میشه که دقیقا همین تز رو جلو میبرن و کتاب صادر میکنن، مثلا حتی مجسمه نظامی گنجوی که شاعر پارسی بود به عنوان غیر پارسی معرفی میکنن در روم احداث میشه، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. ولی این یه ریشه است که ما میگیم این جنبه بیشتر حالت سیاسی و تبلیغاتی داره که خیلیش
به ریشه های ایران ستیزی دیگه برمیگرده. یکی به اصطلاح دوستان ما اخوان المسلمین هستن، اگه بخوام اسمشون رو بذاریم، اسما تغییر کرده. تو اساس این حرکت رو این بوده که تمدن‌های هند و ایران تمدن‌هایی هستن که ضد دین هستن و در واقع شما هر چی خودتون رو دور بکنید از تمدن‌های هند و ایران بیشتر به خداوند نزدیکتر میشید. این یک نوع تزه. نمیخوام تو جزئیاتش البته بریم، ولی آلن یک کتاب خیلی جالبی نوشته بود در این مورد که فلسفه اینا چی هست و رول به اصطلاح اقتصادی اروپاییات چی بوده در این مورد. بعد البته از 1979 میشه گفت به این بعد یک نوع به اصطلاح ایدئولوژی هست در خود، نمیگم همه افرادی که در ایران هستن، ولی یه دهی هستن که در واقع در همین راه هستن، ولی بیشتر یه نوع فلسفه مثل حرکت کمونیست هست. چون حرکت کمونیست هم همیشه، البته واژه‌ای که استفاده میکردن واژه بورژوا بودش، که اصلا واژه کشور، خانواده یا هویت ملی یه واژه جعلی است. این دقیقا همین واژه میاد و خیلی جالبه که این کلمات چقدر به هم شباهت دارن و این ارتباط وقتی که میبینیم. کما اینکه مثلا پارتی کمونیست ایتالیا یا رد برگید، حتی که بعدا تروریست بودن، همونطوری میگفتن که روم قدیم یه کشور جعلی بوده، قلابی بوده، رو اساس خونریزی بوده. اول از اینکه اگه خونریزی بخوایم بگیم که جنگ در همه، یعنی پیدایش انسان بوده، حتی از زمان قارنشین انسان شما میبینید که همیشه خب تیر و کمون و سلاح‌های بسیار ابتدایی بوده. متاسفانه این یک جنبه‌ای است که در ذات بشریت هست و ما هنوز خب خیلی کار داریم به عنوان بشریت که پیشرفت بکنیم لحاظ خوی اخلاقی و غیره. کما اینکه این صحبت‌ها رو ادیان‌های مختلف یا زرتشت خود ایران کردن. ولی اما اینکه بخوام بگیم که جعلی بودن، باز یک سواله. چون این وقتی که شما به متون بسیار یه سری ایدئولوژی های مثلا قرن 19 هم به بعد که نگاه میکنین، این واژه این که مثلا کشورها جعلی هستن، یا مخصوصا در مورد ایران ستیزی که صحبتش بکنیم، ایران ستیزی، ایران جالبه که ستیزش علیهش از چند جهت میاد. مثلا حتی شما ببینین که دولت تزاری وقتی که قفقاز رو فتح میکنن، یک سیاست ضد پارسی خیلی قوی پیاده میشه که شاید قبلا صحبتش هم کرده بودیم. کما اینکه تبلیغات شدید علیه زبان فارسی، فرهنگ ایران، گذشته ایران، و کما اینکه حتی به اصطلاح تساوی دادن عقب موندگی و ایرانی بودن. کما اینکه توی قفقاز هنوز یه اصطلاحی هست به اسم مشهدی، نه مشهد، مشهدی یه چیز بسیار محلیه. مشهدی یعنی کسی که مثلا از ایران اومده و هیچی حالیش نیست، هیچی متوجه نیست. این مثلا زمان کمونیست خیلی این واژه شما خیلی زیاد میبینید، و مخصوصا در زمان شوروی تبلیغات خیلی شدیدی بود علیه ایران، و مخصوصا در جمهوری آذربایجان. و این نکته رو باید گفت که جمهوری آذربایجان این اسمو نداشته، همچین اسمی اونجا وجود نداشته. این 1918 آقای امین رسولزاده در واقع جزء افرادی بودن که گفتن این اسمو پیاده بکنن روی سری قوانینی که به طور کلی اسمش آرام بوده و در زمان مثلا پیش از اسلام آلبانیا اسمش بوده. ولی وقتی که شما به نقشه ها نگاه، نقشه های متعدد نگاه میکنید، چه نقشه های اروپایی یا چه نقشه های زمان اسلامی، شما یا آرام میبینین، بعدن شیروان، باکو، دربند، تمام این اسما میبینین، ولی کشوری یا امپراتوری به این اسم نبوده. آذربایجان یک استانی است زیر رود ارس در شمال غرب ایران، یک استانی به این نام که یک واژه تاریخی و خیلی قدیمی است. و جالب اینجاست که وقتی اگه صحبت جعلی بخوایم بکنیم، خب متاسفانه جمهوری آذربایجان همین اللحاظ اگه تاریخی بخوام بگیم، خب این اسمی است که از ایران گرفته شده و پیاده شده اون سری قوانین، اونم به خاطر دلایل
سیاسیست، البته اینو حزب مساوات شروع کرد که بعدن هم کمونیستا بهره برداری از این موضوع کردن، کما اینکه این اسم هنوز ادامه داره. این یکی از شاخه های ایران ستیزی است. این برنامه‌ای که الان البته پخش کردین، من البته به اصطلاح شخص رو نمیدونم که تحصیلاتشون چیه، دیدگاه سیاسیشون چیه، ولی صحبت ها بسیار شباهت زیادی به اصطلاح یه سری گروهک های به طور کلی میشه گفت چپ یا حتی مقداری از حزب توده، حالا نمیخوایم بگیم که همه حزب توده اینطوری بودن، کمان که نبودن، خیلی هم مخالفت کردن، ولی میشه یه عده از خود همین حزب توده، فکر میکنم 1958 دقیقا نمیدونم، چندین سال بعد از فتنه پیشوری هستش، وقتی که در باکو بودم با شراب که میخوردم با افراد کمونیست مسکو و غیره، حتی به سلامتی میگن به اهنامه ترکمنچای. این یه چیز خیلی شکاوره البته، ولی این سری چیزاییست که خیلی هنوز نمیدونن و این چیزاییست که باید مقداری بیان بشه. مقداری از افرادی که با این طرز تفکر هستن تونستن با انقلاب که میشه در ایران وارد خاک ایران بشن. همین برنامه بی بی سی یه برنامه بسیار جالبی اتفاقا داشت و اتفاقا کاملا نوشتن که به گفته خود بی بی سی حتی 4500 نفر گمانم در ماه فوریه 1979 4500 نفر از جمهوری آذربایجان وارد خاک ایران در آذربایجان ایران میشن و پخش میشن تو شهرهای تهران و اصفهان و غیره. اینا میشه گفت که یه هسته بودن که هنوزم فعال هستن، شدیدن فعالن، برای بسا کار میکنن، برای بسا قومگرایی ستیزی. خیلی هم نفوذ این افراد زیاده، ولی نمیشه گفت که همه اینطوری هستن، ولی اینا یه سری افرادی هستن که خیلی محکمن و ظاهرا هم آدم متوجه نمیشه که اینا در واقع پانتورکیست شاید باشن یا طرفدار این ایده ها باشن، ولی تک همجور شما میبینید نفوذ این افراد بسیار زیاده، مخصوصا در کارهای آکادمی خیلی در ایران شناسی رسوخ کردن. البته به طور ظاهر اگه طرف آشنا نباشه خب یه ایرانی است مثل من و شما، ولی خیلی جالب این الان، البته اگه حاشیه رفتم حتما به من بگید، ولی من الان طی 2 هفته گذشته چندین ایمیل شکایت داشتیم از شاگردای جوانی که در ایران شناسی هستن، حالا اسم نمیاریم، ولی شکایت میکردن که فلان استاد، ایشون مثلا ایران شناس هستن، فقط بدی ایرانو میگن. یه مورد رو میگن که ایشون تمام کلاسشون که راجع به زرتشتیته فقط بدیای زرتشتیته میگن، اطلاعات رو دستچین میکنن، بعد وقتی که میایم صحبت بکنیم میگن نه خیر اینا لحاظ آکادمیک اثبات شده. در مورد کوروش که البته میدونیم کوروش، به حالا نمیگم در همه موارد، کلا کوروش رو یا یک فرد به اصطلاح معلوم نیست مثبت منفی به اصطلاح معرفی میشه، تا شخصی خونخوار مثل چنگیزخان به اصطلاح. و تزی که همیشه جلو میره اینه که اینا تبلیغاتی که راجع به مثلا کوروش کبیر هست همه جعلی است. باز کلمه جعلی میاد جلو. مثلا کسی که این تبلیغات رو شروع میکنن دکتر آملی کورت هستن که هنوز هم در انگلیس هستن و حتی رفرنس هست بهشون که به قدر ایشون ضد ایرانی بودن که اصلا معروفن در انگلیس. حالا چقدر این صحت داره من نمیدونم، ولی ایشون از 1907 نمیدونم دقیقا اواخر دهه 70 میلادی بود که میگن که اصلا تاریخ کوروش جعلی است و تبلیغات زمان پهلوی است و تمام در واقع صحبت هایی که شده فقط پروپاگاندا هستش، همش تبلیغات. اصولا وجود تخت جمشید و یا اون به اصطلاح سینگاره‌ای که در نقش رستم هست و پیروزی شاپور رو نشون میده به روم، و از همه مهمتر که اشاره فرمودید منشور کوروش، اینا چیزی نیست که قابل انکار باشه، بنابراین به هیچ وجه اصلا این حرف منطقی نیست.
قربان، برای اینکه به بقیه مطالب برسیم، بنده سوال دومو با یه مقدمه خدمتون عرض میکنم و اون راجع به طرح خاورمیانه جدیده که البته طرح اصلیش در مورد برنارد لوئیس پیریزی شد که جناب علی متخصص این کار هستید، بیان خواهید فرمود، ولی اخیرا در مورد این کشورهای منطقه خاورمیانه همونطور که در اسلاید شماره 10 میبینیم، ما هر کشوری رو به چند کشور دارن تقسیم میکنن. این حالا بعد از جناب علی خواهش کنم که یه برداشت کلیتون رو بفرمایید. اینجا مثلا در مورد عربستان به 4 قسمت تقسیم شده: عربستان شمالی، عربستان شرقی، عربستان غربی، که البته اون قسمت مرکزی عربستان رو اسم گذاشتن وهابستان، و بعد عربستان جنوبی، همینطور یمن رو تقسیم کردن به 2 قسمت، و در بالا برای اینکه شیعیان رو جدا بکنن یه قسمتی رو هم واگذار کردن به شیعیان، در این نقشه‌ای که البته رو کاغذ خودشون نوشتن و امیدوارم که نتونم موفق بشن پیاده کنم. عرض کنم که در اسلاید شماره 11 حتی کشور لیبی را هم دارن تجزیه میکنن، و در کشور لیبی رو به نظر اینها باید به 3 کشور تقسیم بشود: یکی کشور عرض کنم که تریپولیتانیا که همون مرکزشون تریپولیه، و یک کشور فزانه، و دیگری کشور سایرنایکا، که این 3 کشور باید تقسیم بشن. و همینطوری که ملاحظه فرمایید در اینجا این 3 کشور نشون داده شده. در مورد بقیه کشورها اینجا در قسمتی از طرح برنارد لوئیس اینجا کاملا دیده میشه، در این طرح بزرگی که مربوط به ایران و خاورمیانه هست، ایران به 6 کشور تقسیم شده. کشور اول در اسلاید شماره 13 عرض کنم که آذربایجان، که در اون گوشه بالا سمت راست بغل بحر خزر، و بعد کردستان که مجموعه کردستان ایران و ترکیه و عراق با هم دیگه یک کشور پیش بینی کردن بشه، و بعد در پایین خوزستان و قسمتی از عراق به اسم عربستان، و بعد هم در سمت مشرق ایران قسمتی به اسم بلوچستان آزاد، و بعد هم قسمتی از ایران زمینه افغانستان بشود افغانستان جدید، و بخشایی از شمال ایران به ترکمنستان زمینه بشه. البته در اینجا برای کشورهای دیگه هم همطور که عرض کردم نقشه هایی ریختن، و اونی که سوریه با لبنان دو مرتبه مثل گذشته یکی بشه، و عراق هم به 2 قسمت تقسیم بشه: قسمت شیعه، قسمت سنی، و در سوریه هم به 3 قسمت بشه. البته سوالی که مطرح هست، حالا برنارد لوئیس در سالهای گذشته این طرح رو پیشنهاد کرده، حالا با به ماموریتی که داشته یا خودش طرح آکادمیک داشته، اینو جناب دکتر فرخ باید پاسخ بدن، ولی اینکه الان بیاد در یه روزنامه‌ای و این تقسیمات رو نشون بده، این روزنامه دل بخواه خودش این کار رو نمی‌کنه، بلکه این یک منشأ به اصطلاح سیاسی و اجتماعی داره، و خواستن در واقع یک محکی بزنن ببینن که اگر این طرح در جهان منتشر بشه چه اثری خواهد داشت. ولی من در این زمینه از خود آقای دکتر فرخ خواهش کردم که با توجه به طرح اصلی برنارد لوئیس که در اون اسلاید شماره 14 واضح‌تر دیده میشه، اینجا مراجعه کنید که اینجا بغل بحر خزر هست آذربایجان، و سمت چپ اون هست کردستان، و بعد همطور که عرض کردم در پایین عربستان، در شمال ترکمنستان، در شرق هم بلوچستان و افغانستان، و در مرکز اون قسمتی که باقی مونده کوچک اون خواهد بود ایران یا پرشیا. خب این سوال مطرح، من به عنوان یه ایرانی از جناب دکتر کاوه سوال میکنم، آیا یه روزنامه
یا یک کشور یا مجموعه کشورها حق دارند بیایند بنشینند و در اتاقهای دربسته به دلایلی که خودشون میدونن که طبعا منافع اقتصادیشون هست بیان و کاغذ بذارن جلوشون، نقشه رو، و اینو همینطور خط قرمز و سبز و زرد بکشن بدون توجه به اینکه چه آثاری روی مردم داره و چه جنایاتی که به پشت این ایجاد خواهد شد. آیا چنین حقی دارن؟ اگر چنین حقی وجود داره، چرا کشورهای نظیر ما نتوانیم طرح تقسیم انگلستان، طرح تقسیم فرانسه، طرح تقسیم آلمان، طرح تقسیم آمریکا رو پیاده بکنیم؟ این سوال رو من از نظر علمی از جناب عالی میخوام خواهش کنم که بفرمایید. خیلی متشکرم میشم جناب دکتر. حالا چند نکته. یه خبر مثبتی که من چند وقت پیش، شما دوستان زیاد دارم که تبریز میرن و اردبیل میرن و میان، همیشه به من بسیار اطلاعات بسیار زنده رو دادن و گفتن که جالب اینجاست که با اینکه این همه تبلیغات خارجی بوده و به اصطلاح حتی افراد کنونی که در خود ایران هستن، حتی اجازه به پانتورکیستا، خیلی امتیاز به پانتورکیستا میدن، مردم خود آذربایجان ایران حتی یه احساس جدید، حالا شاید بشه اسمش هم ملیگرایی یا ایرانیگری، نمیشه اینو به این ایران، حالا هرچی آدم بگه جعلی، خب میتونم بگم، ولی ایران بسیار کار مشکلیه تجزیه کردنش. برای اینکه درسته که میگن زبان پارسی، حالا کمونیستا که میگفتن زبان پارسی زبان بورژوا و ستمگر، یه واژه های وقتی کتاباشون رو میخونه خیلی جالبه، حالا اینا رو میشه گفت، ولی مردم ایران هزاران سال با هم آمیخته شدن، این کار کار بسیار مشکلیه. حالا کشورهای جدید و تأسیس‌تر، مخصوصا اونایی که بعد از امپراتوری عثمانی به سا تجزیه عثمانی میشن، خب بله اینا واقعا فرم و اساسی نداشتن، در واقع جزو یه نوع خلافت سنی بزرگ مثلا استانبول بودن، ولی در مورد ایران بله کاغذ رو هر کسی میتونه بگیره، قلمم بگیره بکشه، ولی موضوع اینه که چجوری میخوام پیاده کنیم. فعلا از رایی که میخوام وارد شم، رای آکادمیک هستش، که کتابهای جدیدی الان قشنگ نوشته شده که مثلا به قول خودشون اثبات میکنن خیلی چیزا رو. میبخشید شما حتی وقتی که میبینین که هرچی کتابا جدیدتر میاد خیلی مبهمه، مثلا که واقعا چی داره این راجب ایران میگه، خیلی جالبه، رفرنس های زیاد میدن و همیشه هم که نگاه بکنین یه عده آکادمیکن، یه نوع به اصطلاح کلوب شخصی خودش. البته این اتفاق فقط تو ایران شناسی نیست، من دوستانی دارم که فعالن، امریکایی هم توی حتی فیلد های علمی و طبی تو ژورنال ها، میگن که البته این حالت های به اصطلاح نیمه سیاسی هست که مثلا کسایی که خب دیدگاه خودشونو ندارن، ولی در مورد ایران وقتی که شما صحبت برنارد لوئیس میکنید، این نقشه تجزیه کردن ایران خیلی قدیمیه، یعنی حتی زمان قاجار این مطلب مطرح شده بود توی امپراتوری انگلستان و 1907 فکر میکنم، حالا تواریخش، حالا 6 یا 7، یه نقشه هست که روسیه و انگلستان اصلا ایران رو تجزیه کردن، دقیقا اسمش هم گوشه بودن spheres of influence، یعنی به اصطلاح شعای یا مثلا اون قسمتی که نفوذ، قسمت‌های نفوذ، در واقع تجزیه روسا که واقعا اشغال کرده بودن شمال ایران و آذربایجان و البته جنوب هم که خب با جنگ جهانی دوم هم که South Persia Rifles که اینا تحت فرمان انگلیس بودن. بعدم یه نکته که خیلی جالبه، البته این نکته رو توی وقتی تاریخ نظامی رو که دنبال میکنید پیدا میکنید، در ایران در جنگ هم این مطرح بود، وقتی که عراق حمله به ایران میکنه، خیلی ها متوجه نیستن که طرح حمله‌ای که عراق به ایران میکنه یه طرح نظامی انگلستان بود که وقتی که در فکر میکنم در مرکز اون فکر میکنم در حبانیه بود، درست یادم نمیاد، ولی در همین پایگاه های نظامی انگلیسی که در خود عراق بود که بعدا تخلیه میکنن، دقیقا این نقشه به حمله به ایران
بود. یعنی این حتی بعضی هم میگن به 1937 برمیگرده و این اتفاقا در چند تا از جراید چاپ شد، در چند تا از روزنامه‌های معتبر غربی که رفرنس دادیم توی ایران در جنگ، که البته زیاد توجه نشد بهش توی به اصطلاح میدیا، ولی خیلی منابع خیلی معتبری بودن. و جالب اینجاست که هدف حمله عراق این بود که در این گمان بودم که با چند تا ضربه ایران تجزیه میشه و خوزستان هم جدا میشه. و اساس این طرز تفکر، حالا ما میگیم حزب بعث، خب البته خود آقای صدام حسین تا حتی دقیقه آخری که به جوخه اعدام رفتن واقعا در این باور بودن که خوزستان تجزیه میشه و اینا، که همون که دیدیم که برعکس شد، خود اعراب ایران اولین کسانی بودن که مقاومت میکردن علیه ارتش عراق. تو آبادان، خرمشهر، خیلی از عربهای ایران شما میبینین که چیز بودن، کمک میکردن با ارتش و در آزادسازی خاک ایران هم همکاری داشتن. حالا اونم حاشیه نریم تو مثلا چیزای نظامی، برگردیم به سوال شما. جالب اینجاست که اساس اینی که ایران به راحتی متلاشی میشه با چند تا حمله، این طرز تفکر اون ستاد به اصطلاح نظامی های انگلستان بودن که در همین نقشه بودن. دلیلی هم که حمله عرب موفق نشد اینی که اگه متمرکز کرده بودن تمام نیروهاشون رو روی یه جبهه، شاید احتمال موفقیتشون توی هفته اول خیلی بیشتر بود. اینا به چند جهت که حمله کردن، مثلا به طرف مهران و مرکز ایران و غیره، این خب نیروشون کاسته شد. ولی واقعا حتی شما وقتی که نگاه میکنین مصاحبه هایی که میشه با نظامی های عراق اون زمان، واقعا در این باور بودن که فقط تانکاشون وارد اهواز و آبادان و خرمشهر میشن و با استقبال تمام گرم بسا ایرانیان عرب زمان میشن، که اینطوری نشد. پس میبینیم که در واقع این یک دیدگاه هستش که ایران تیکه تیکه بشه. این در واقع درخواست انتلیکتوالی میشه گفت هست، ولی خب عملا این کار موفق نشده، حتی با این همه تبلیغات شدیدی که فراموش نکنیم که جمهوری آذربایجان اون وره مرز هست، موفق نشدن. خیلی تو بازی های فوتبال میان دخالت میکنن، شعار میدن، توی دانشگاه ها اعلامیه زیاد پخش میکنن، و با این که افرادی که الان توی حکومت هستن خیلی هاشون زیاد جلوگیری نمی کنن، کما این که شاید این شوکاور باشه، حتی در خود تهران یک کنفرانسی هفته پیش بود که با اجازه کامل افراد اونجا یک کنفرانس پانتورکیست تشکیل میشه، کما این که حتی بیرق ترکیه اونجاست، عکس آقای امین رسولزاده، آتاتورک. یعنی این یعنی واقعا تعجب آوره که چطور میشه همچین چیزی بشه. ولی وقتی که شما نگاه عکسای سالن رو که نگاه کرده بودیم، تقریبا خالی بود، کسی اصلا نبودش. یعنی کاملا این معلومه که خب حالا صحبت جعلی که میکنیم، جالب اینجاست که اینه که بیشتر جعلی به نظر میاد، ولی خب سرمایه هست، تبلیغات هست، و این یک نوع از وقتی که شما میبینیم مدیا مثلا، خب وقتی که این واژه استفاده میشه میبینیم که خب فعالیت در چند زمینه هستش. یه زمینه‌ش هم البته که اگه نگاه بکنیم، خب البته توی آکادمی خیلی فعال هستن، در خیلی از کارهای آکادمیک هستن، ولی خب مسئله اینجاست که شما خب میتونین کتاب و این چیزا هم بدین بیرون، حتی ژورنالا هم کنترل کنین، ولی منابع اصلی رو که نمیشه عوض کرد. البته این کار جمهوری آذربایجان کرده، کتابهایی که مثلا خب کتابهای قدیمی رو، حتی کتابهای متون قدیمی ارمنی رو، یا حتی کتابهایی که مثلا نقشه های قدیمی نبوده، دارن نقشه های جعلی چاپ میکنن، کتابهایی که مثلا واژه هایی که به نفعشون نیست پاک میکنن، ادیسیون های جدید میدن بیرون. شما شاید آگاه باشین که چند وقت پیش در مجسمه
نظامی گنجوی رو در باکو، اون سنگ هایی که خب روش در واقع واژه های فارسی روش بود، اینا برداشته میشه و واژه های به زبان ترکی میاد، که در واقع خب یواش 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 یواش، خیلی هم البته در این باور هستن که نظامی گنجوی، شما باور نکنید ایشون ترکی بودن که به زور به فارسی می نوشتن، در حالی که اگه نگاه بکنید اصلا ترک زبان اون زمان اصلا تو منطقه نبوده، اون منطقه هم شمال بود یا گنجه به اسم آذربایجان، در هیچ کدوم نقشه ها یا هیچ کدوم متون همچین اسمی نیست، ولی خب با تبلیغات اگه شما نگاه بکنین، خب مخصوصا سیستم مدارس که شما نگاه بکنین، ببینیم که کتاب های درسی برای بچه ها چاپ میشه در جمهوری آذربایجان که کاملا آذربایجان ایران رو جزو مال خودش میدونن. جناب فکر کنم آقای دکتر یعقوب محمودلو ایشون حتی کلمه دیگه ندارم بگم، دستور میدن به ایران که ایران حق نداره آذربایجان خودشو جزء نقشه خودش نشون بده، ایران باید نقشه چاپ کنه که این نقشه جزء آذربایجان به اصطلاح شوروی باشه یا شوروی سابق. یه نکته هم باید گفت، خیلی ها در خود ایران هستن، آکادمیک هم هستن که مخالف این موضوع و کارهای بسیار مثبت کردن، این نکته هم هست، خیلی بچه ها تو خود ایران هستن فعالن، این خیلی کمپلیکه هست مسئله الان، ولی خوشبختانه شما میبینین که همطور که یه اتفاقات مثبتی در خود ایران هم هست، متاسفانه در خارج ایران هم خیلی از افراد هستن اهداف سیاسی هم ندارن، هموطنانی هستن که به خاطر سود شخصی همکاری میکنن با ایران ستیزانی که خب غیر ایرانی هستن. که راجع به این که فرمودید که به طور غیر مستقیم که نگرانی نداشته باشیم که اینا کاری نمیتوانن انجام بدهند، متاسفانه خودتون اشاره فرمودید که اینا جلساتی دارن، کنفرانس هایی میدن و در سطح اروپا و آمریکا، به خود در اروپا همونطوری که شاهد بودیم و هستیم، اینها با منابع مالی که در اختیار یه تعداد معدودی به اصطلاح غیر ایرانی که خودشون البته شناسنامه ایرانی دارند ولی خودشون ایرانی نمیدارند، به اینها وسائل امکانات میدن و گروه گروه کنفرانس و سمینار رو عرض کنم که و بعدم در جهت تجزیه تدبیر بسیار فعال هستند. البته در مورد ایران همونطوری که فرمودید چون این سابقه کهن داره خب معلومه، ولی سوالی که الان مطرحه چون جناب‌عالی تخصص در این کار هست، چه شده که الان این بقیه کشورهای به اصطلاح بهار عربی را وارد این ماجرا دارن میکنن، یعنی وارد تجزیه؟ آیا فقط این یک نوع تهدید به عنوان مثال برای سوریه که اگر تسلیم نشوی ما تجزیه میکنیم به سه قسمت، علوی و شیعه و سنی که این کار رو تو نقششون هست، آیا این هست و یا اینکه این تابع برنامه عظیمتر و بلندتری است و اون طرح دنباله طرح کمربند سبز بود که آقای برجنسکی مطرح کرده بود و هنوزم متاسفانه مشاور حکومت هست که بخواهند این خاورمیانه جدید رو ایجاد بکنند؟ برای تشکیل خاورمیانه جدید یعنی تمام الگوهای سابق به هم ریخته بشه. اینی که من بخواستم جناب‌عالی راجع به این بفرمایید که حالا ایران که به جای خود اینا سابقه دارن و مرتب هم جلسات میذارن، و ولی همینطوری که شما میدونید، بندم میدونن، همه ایرانیان هم میدونن، این تجزیه ایران فقط یک خواب و خیال برای دشمنان ایران، محال ایرانی در حد خودش اگه باشه اجازه بده که حتی یک سرسوزان از خاکش تجزیه بشه، ولی همونطوری که میدانیم یکی از راه‌های به عنوان مثال جمهوری اسلامی برای اینکه تسلیم بشه در مقابل جلوگیری از غنی‌سازی بیشتر اورانیوم، اینجور بوش و کنار علاوه بر اینکه براشون اپوزیسیون مصنوعی درست میکنن مثل مجاهدین خلق،
در داخل کشورم گروه های مختلف رو به ترتیبی تحریک میکنن، حتی مسلح میکنن، برای اینکه از این طریق بتوانن این جمهوری اسلامی رو به اون راهی که میخوان هدایت میکنن. حالا ایران رو بذاریم کنار، بنده سوالم این است که آیا فکر میفرمایید که این فقط یه جنبه آکادمیک کوچک داره، یا اینکه یک برنامه طویل عمیق بلند مدته که میخوان خاورمیانه رو به عنوان خاورمیانه جدید ببرن؟ البته من یه سوال دیگه هم اینجا چون شما متخصص هستید میخوام سوال بکنم، و اون این است که چرا اینها در مورد قسمت آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا یا هندوستان یا پاکستان یا امثال هم اینا فکر تضییع نیستن؟ البته ما پیمون به ما پیام داده شده قبلا از طرف ملکه انگلستان که ایران رو ما تبدیل به بنگلادش خواهیم کرد. حالا در این قسمتی از اون طرح هست بنده نمیدونم، ولی من میخواستم به طور کلی جناب علی اون نظر صاحبتون بفرمایید که آیا این خطکشی های تو روزنامه برای مرزها اینا فقط بر نظر به اصطلاح سرگرمی اینها بر روزنامه هاست، یا اینکه یک برنامه اصیل طولانی عمیق خطرناکی برای این منطقه چیده شده؟ خیلی متشکر میشم. برو. من چند شب پیش با یک متخصصی که از قفقاز اومده بودن امریکا و من با اتفاقا چند یکی دو تا جنرال که الان ریتایر شده امریکاییان صحبت کردم در این مورد. چیزی که روشن شد اینه که اختلاف هست توی خود دول غربی، یعنی یک سیاست واحد نیست که بخوان همه مثلا هم نظر باشن که ایران مثلا تضییع شه. یه اختلاف نظر هست، کشمکش هست. خوشبختانه اونجوری که من متوجه شدم اون قسمتی که بر ضد این برنامه است خیلی قوی هست. البته اون افرادی که دنبال همین مسئله که شما بهش اشاره کردین اونام بسیار فعال هست و جالب اینجاست که همیشه میبینیم باز یک ارتباطی با جمهوری آذربایجان پیدا میشه، رژیم علیف، الهام علیف. بعدم یه نکته‌ای که باید دوباره تکرار بکنیم اینه که این صحبت به اصطلاح تجزیه کردن چیز جدیدی نیست، این یه نکته‌ای است که خیلی وقت هست و به زمان قاجار حتی برمیگردن میشه. این صحبت بود که آیا بکنیم آیا نکنیم، این همیشه این صحبت بوده. بعدم نکته‌ای که باید بگیم اینه که کشورهایی که مثل عراق، سوریه، لبنان، خود این کشورها کشورهای خیلی لحاظ تاریخی بر نمیگردن، اینا یه سری ولایات یا استانهای امپراتوری عثمانی بودن که بعداً به طور دلخواه به صاحب انگلستان و مقداری هم فرانسه اینا به اصطلاح تأسیس میشن. مثلا لبنان، سوریه، بعضی میگن اصلا باید یه قسمت باشه. اینا در واقع مثلا قسمت های لگو، مثلا ما اینا رو به هم میچسبونیم بعد اونا رو به هم میچسبونیم. منتها اشتباهی که بعضی ها میکنن اینه که فکر میکنن ایران هم جزء اون دسته است، که نیست. ایران بعدش هم ترکیه، اینا کشورهای خیلی قدیمی، ایران که البته خیلی قدیمی تر، ولی خب کشورهای ایران و ترکیه خیلی فرق دارن با این ممالک دیگه. البته خب هدف همیشه باید یه حالت اقتصادی داشته باشه. خاور دور رو من نمیتونم نظری بدم چون به کل خارج از به اصطلاح تحقیقات من هست، ولی اینطوری که به نظر میاد هر چیزی که اهداف اگه سیاسی می نگاه بکنیم همیشه باید اقتصاد رو نگاه بکنیم. ولی مسئله اینجاست که در مورد ایران، حالا سوریه رو من نمیتونم نظری بدم چون مقداری خارج هست از به اصطلاح شعای کار من، ولی میشه گفت که در مورد ایران یه حالت اختلاف هست. البته لابی‌های قوی هم هستن که خیلی فعالن، خیلی خرج میکنن، خیلی لابی هم اتفاقا هستن که به اصطلاح مرددن در این موضوع. چون اون شخص جنرال امریکایی که باش صحبت کردم گفت این کار اصلا درست نیست، اول از اینکه اگر حتی اگه ما موفق بشیم، ایشون خیلی واقع‌بین بود که خیلی کار مشکلی برای ایران، گفت این کار خیلی خطرناکه برای اینکه کار از دست همه در میره، چون اگه این حالتهای قومی بشه این خیلی برای همه خطر داره. یه چیزیست که خب مثل دامینو ایفکت میشه
بعدم خود جمهوری آذربایجان این نکته ما باید بگیم، یه کشوری است که خیلی قسمت های اتنیک داره که خب اصلا قبول ندارن این ایدئولوژی مثلا پان ترکیست باکو رو، خیلی تالش ها هستن، مخالفن، لزیان ها مخالفن، خیلی گروه هایی هستن که به اصطلاح زیاد براشون زیاد تعهدی به این فلسفه ندارن. جالب اینجاست که خیلی از افراد دولت کنونی جمهوری آذربایجان ببینیم، اینا خیلی هاشون تالشن. این خیلی نکته بسیار جالبیه. خود الهام علیف فاش شد که ایشون نصف کرد هست، ایشون نصف ایشون اصلا کرد هستش. خلاصه میبینیم که مثلا خب حالا اون هم یک کشور بسیار جدید و تحسیسه، ولی خب ایران به اصطلاح خب خطری که تهدیدش میکنه البته این ایدئولوژی ها هست، ولی همطوری که اشاره کردیم مخصوصا آذربایجان که بسیار مهم رولش و همیشه بوده در ایران، خیلی جالبه برای اینکه حتی با اینکه به اصطلاح پشتوانه مرکزی نیست، کلی روزنامه و حتی مجله داره چاپ میشه، یکیش در خود اردبیل حتی، که کاملا تایید میکنن که آذربایجان ایران واقعا چی هست، کاملا تاریخ رو مینویسن و حتی نقشه دادن بیرون که آذربایجان شمالی رو به قول خودشون که میگن آذربایجان شمالی، خود آذربایجان ایران اسم اونجا رو گذاشتن ایران شمالی. بس کنم که یه اسلایدی هست که حتما خدمتون رسیده در مورد این انتخابات اخیری که در این آذربایجان انجام گرفت. اینو نمیدونم ملاحظه فرمودید که اینها همینطوری که در اسلاید شماره 15 میبینید، عرض کنم که اینها اعلام کردند که قبل از اینکه انتخابات انجام بشه نتیجه انتخابات اعلام شده و آقا دو مرتبه برنده شده. خب اگر اینها اون کسانی که حتی واقعا انگشت شمار هستن و معتقد به این هستن که باید جزء آذربایجان شمالی بشوند، خب نمیدونم با این برنامه چگونه خودشون میتونن توجیه کنن که بروند و زیر نظر یه همچین آدم شارلاتانی قرار بگیرن. در این مورد میخواستم جناب عالی اگه نظری داریم بفرمایید. اصلا واژه آذربایجان شمالی یه واژه قلابیه، برای اینکه آذربایجان شمالی اصلا تو تاریخ وجود نداشته. بله. اینا یه سری خوانین بودن تا 1918. این اولا خودشون هی میتونن کتاباشونو جعلی کنن و واقعا باید این نکته رو واقعا گفت که حرکت این که آدم لازی آکادمیک بیاد و کتابای تاریخی رو عوض بکنه، این واقعا واقعا یک کار ناشایست هستش و واقعا یه آکادمیک این کار رو نباید بکنه. این مثل دزدیه، مثل کار بسیار اهریمنیست. بسیار متشکرم جناب دکتر فرخ از وقت عزیزتون به ما دادید، سپاسگزار. انشالله که اجازه میفرمایید در جلسات بعدی هم بازم از محضرتون استفاده کنیم. بنده بدرود عرض میکنم، جناب عالی هم اگر مایل هستین با بینندگان بدرود بفرمایید. حتما واقعا بدرود و سلام گرم به تمام ایرانیان و ایران تباران، و همیشه باید همه ما ایرانی ها باید پاسدار تاریخ و هویت و فرهنگ ایران زمین باشیم. سپاسگزار، شب بخیر عرض میکنم. انشاءالله در برنامه بعدی هم بازم از وجودتون استفاده کنیم. عرض کنم که بینندگان عزیز، همونطوری که در اسلاید شماره 16 ملاحظه میفرمایید و بنده چندین بار خواهش کردم، چون روی اسکرین دیگه شماره تلفن های قدیم نیست، خواهش میکنم که این شماره ها را موقتا یادداشت بفرمایید. در دفعات بعد اینها پخش خواهد شد روی اسکرین و اون تلفن های تماس که دو تلفن هست و یه فکس. تلفن هست 650-954-0574 و تلفن دیگری که از قبل هم وجود داشته 858-573-0356. و اگر هم خواستن مرحمت کنن نظراتشون و پیشنهاداتشون و ایراداتشون رو
لطف بکنن علاوه بر دو تلفن می توانند فکس بفرمایند 650 342 92 93، و وبسایتی هم که الان آماده هست و دوستان میتونن استفاده بفرمایند وبسایت جبهه هماهنگ مبارزان ایران هست که ایرانیان دموکراسی فرونت. و همونطور در اسلاید بعدی اسلاید شماره 17 میبینیم و قبلا هم چندی بار توضیح شده داده شده، این برنامه‌های کنگره همبستگی در 7 وبسایت پخش می‌شود که دوستان اگه مایل باشند یا اگر نتونستن به موقع ببینن در اینا میتونن مراجعه کنن و از اون استفاده بکنن، که اینا هم در اسکرین ملاحظه می‌فرمایید ورلد تی وی هست و عرض کنم که در قسمت آرشیو تلویزیون پارس هست و همطور که عرض کردم ایرانیان دموکراسی فرانت هست و 3 سازمان دیگه. بسیار بسیار سپاسگزار، بنده بدرود عرض میکنم و جاوید ایران و پاینده باد ایران عرض میکنم. متشکر، سپاسگزار. چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی، جهد ما بسا میدهد به ما ندی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی، از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی‌هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی‌گریزیم، در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم،